سازمان ملل بر موضع خود در رابطه با مسئله جامو و کشمیر تاکید و خواستار حل و فصل این مسئله بر اساس منشور سازمان ملل متحد شد. سازمان ملل متحد ضمن اشاره به موضع دیرینه خود در مورد مناقشه جامو و کشمیر مجدداً تاکید کرد که این موضع تغییر ناپذیر است. به گزارش سرویس رسانه کشمیر، فرهان عزیز حق، معاون سخنگوی آنتونیو گوترش در نشستی در مقر سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که حل و فصل نهایی مناقشه جامو و کشمیر ضمن رعایت حقوق بشر باید با منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های مربوطه مصوبه شورای امنیت همسو باشد. معاون سخنگوی دبیر کل در جلسه توجیهی روزانه سازمان ملل در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید سازمان ملل در مورد جنایات مرتکب شده در 5 سال گذشته از زمان لغو ماده 370 که به کشمیر در 5 آگوست 2019 وضعیت ویژه‌ای می‌دهد سکوت کرده است اظهار داشت: موضع ما در مورد مسئله تغییر نکرده و حل و فصل نهایی مناقشه جامو و کشمیر باید از راه‌های مسالمت آمیز مطابق با منشور سازمان ملل متحد و احترام کامل به حقوق بشر محقق شود. از افسر رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای افسر رضا، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افسر رضا، به نظر شما چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل مسئله مسلمانان جامو و کشمیر وجود داره؟ بفرمایید. با عرض سلام، بنده نیز در زدت میگم خدمت شما هم چه بینندگان محترم شبه که ایمان موزه. خب سازمان متاسفانه حتی تا الان واسه اجرای قطعنامه ای که خودش به تصویب رسیده و خودش نزدیک 70 سال یا 65 سال پیش قول اجرای این قطعنامه رو داده، تا الان متاسفانه نتونسته این انجام بده. چرا؟ کما این که ما شاهد فشارهای کشورهای قدرت‌های بزرگ غربی هست، به ویژه آمریکا، و اینکه خلاصه این کشورها همیشه رژیم هند رو به عنوان ابزار مناسب واسه سرکوب کردن مسلمانان در کشمیر استفاده کنه و سکوت در برابر سیاست‌های تهاجمی دهلینو یکی از راه‌حل‌های متأسفانه کشورهای غربی بوده در قبال این مسئله. سازمان ملل در سال 2019 که دولت وقت هند اقدام به لغو امتیازات ویژه منطقه اشغالی جامو و کشمیر رو گرفت، یک نشست برگزار شد که سابقه نداشت شورای امنیت بعد از 5 سال. با این وجود نتونستن همصدا با ملت مظلوم کشمیر بشن و بتونن دردی از اینا دوا بکنن. خلاصه سازمان های بین المللی نیز همواره این رویکرد منفعلانه سازمان ملل رو تحت انتقاد قرار گرفته، هرچند دولت هند کشمیر مسئله داخلی خودش میدونه، اما پاکستان و چند تا کشور اسلامی این مناقشه رو مناقشه بین المللی میدونه و تاکید میکنه که باید بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حل و فصل بشه. با تشکر از افسر رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.